سلام به همه. امروز میخواستم در مورد برشکاری با اینورتر صحبت کنم. بریم. نکته خیلی مهم این کار اینه که شما اصلا نباید با اینورتر هیچ گونه سوراخ‌کاری یا برشکاری انجام بدید. در صورت لزوم هم خب یه سری پارامترها اگه رعایت کنید خیلی ایمنی کار رو در اصل بالا برده، ولی باز هم خطر خرابی دستگاه رو داره. دستگاه هایی که نباید این کار رو انجام بدید، دستگاه معمولا تک برد، دستگاه خیلی سبک و خانگیه که خیلی آسیب میزنه به برد اینا و امکان داره که کلا دستگاه رو از رده خارج کنه، چون که برد اینا و قطعات اینا یافت نمیشه. برشکاری خب بخوام شروع کنم، بعضی جاها هستش که شما نیاز داری به هوا برش و چون خیلی سنگینه و دم دست نیست و یا همون دستگاه کات پلاسما چون گرونه همه کسی نداره، بعضی موقع مجبور میشی که با جوش یه نقاطی رو سوراخ کنی یا اینکه با جوش ببری کلا. متوجه هست مثلا یه جایی که گلو سنگ فرز، هد سنگ فرز اجازه نمیده که شما اون کار انجام بدی، گیر میکنه و اون تیغش نمیرسه، مجبور میشی تیغه بزرگتر بندازی روی مثلا مینی فرز که خیلی خطرناک و آسیب رسانه. اگه قرار باشه بیا یه تیغه بزرگ بندازی به دستگاه مینی فرز یا فرز، خب بخوای یه قطعه یا که دستگاه بهش نمیرسه ببری، همون بهتر که با جوش ببری. واقعا دارم برش با دستگاه جوش اینجوریه که خیلی فشار میاره به دستگاه به شبکه و قرارم باشه که شما برشکاری کنید با ترانس این کار رو انجام بدی، ترانس های قدیمی خیلی بهتر، باز هم فشار میاره به شبکه ولی خودش این وسط اونجوری فشاری بشه، مگه اینکه خیلی برشکاری انجام بده که سیم پیچش بسوزه. در طرف مقابلش خب اینورتره، اینورتر چون همش از قطعات الکترونیکی استفاده شده ریسک خرابی دستگاه بالاست، از این رو باید خیلی احتیاط کنید و تا میتونید کار رو انجام ندید. اگر هم انجام میدید یه سری کارا رو میگم که مد نظرتون داشته باشید. اولین کار اینه که خواستید سوراخ‌کاری انجام بدید یا برش انجام بدید با دستگاه جوش، چون خیلی فشار میاره به شبکه و امکان داره فیوز بپره، اوکی؟ یا امکان داره فیوز رو نیمسوز کنه یا بسوزونه. از این رو هر چی که داخل خونه هست یا اون کارگاه هست رو از بر بکشید خارج کنید که تنها دستگاهی که از جریان بر استفاده میکنه این بهتر باشه. سوراخ‌کاری چه جوریه؟ سوراخ‌کاری اینجوری که اگه قراره یک سوراخ یا شما درست کنی با اینورتر، اون قطر سوراخ‌کاری رو در نظر داشته باش و اون ضخامت قطعه خیلی مهمه. اوکی، حالا ما فرض می‌کنیم که همین ورق در و پنجره سازی هست. شما برای اینکه یه قطر مثلا 5 میلی‌متر یه سوراخ رو 5 میلی‌متر درست کنی چیکار؟ یا مثلا با قطر 1 سانتی متر چیکار؟ شما باید آمپر دستگاه رو زیاد کنی و الکترودی که کوچکتر باشه خیلی بهتره، مثلا سایزش کمتر باشه خیلی بهتره که زور کمتری بزنی برای داغ کردن الکترود و مثلا خدمت دستگاه اون قطعه. شما میتونید از الکترود 2 استفاده کنی یا از الکترود 3 استفاده کنی، بعضی جا الکترود 2 فقط خودش رو ذوب میکنه، اون قدرت رو نداره که نفوذ کنه به قطعه. مثلا برای در پنجره الکترود 2 خوبه، ولی برای سری کاری که مثلا از ضخامت 3 میل 4 میل بعد اذیتتون میکنه، مثلا الکترود 3 میل خوبه برای همچی کاری. خب چه کار میکنی؟ میای اون مکانی که میخوای و علامت گذاری میکنی، آمپر دستگاه رو تا میشه زیاد کنی، یعنی چیز نکن تا آخرین قدرتی که داره اینو بذارید و الکترود رو بذارید روی صفحه. و اینکه اگه قطعه ضخامتش کمه مثلا 2 میله، همینجور رو اون قطعه نگهش دار. اگه مثلا سوراخ 5 میل میخوای در بیاری، مثلا 5 میل قطرشه، همینجور نگه دارید، چون این موضع با این الکترود و این صفحه داره با هم ترکیب میشه، همینجور حالت مثلا جمع شده پیدا میکنه و هرچقدر حجم این بیشتر میشه سنگین‌تر میشه، از این رو صفحه چون داره ذوب میشه ضعیف‌تر میشه. اوکی، شما دستتون رو دیگه تکون نده، همینجور که نگه میداری سنگینی موضع خودش یک باره میفته و یه چاک و یه دایره خیلی قشنگ رو بهت میده. اگه قرار بود که مثلا یه سوراخی با قطر مثلا 2 سانتی یا مثلا 1 سانتی انجام بدیم چطوری جریان؟
شما اون شعاع، اون قطری که میخواد در نظر بگیر، اون شعاعی که میخواد در نظر بگیر، از وسط کار شروع کن. اوکی، از وسط کار شروع کن به داغ کردن اون محیط. اوکی، همینجور هول ندید، نوک الکترودو هول ندید. الان میگم چه جایی باید فشار بدید با نوک الکترود. نوک الکترودو فشار ندید به دل کار. همینجور اون قطری رو که میخواد دست تو هی بچرخون، به مرکز، به بیرون، به مرکز، به بیرون. یواش یواش این کار رو انجام بده. دوباره سنگینی مذاب باعث میشه که ورن داغ شده، ضعیف شده، قرمز شده به نوعی، این بریزه پایین و یه دایره خیلی قشنگ رو بده. بعضی موقع مجبور میشه که خودت اینو مثلا بیشتر کنی. اگه بیای اینو بیشتر کنی، نظم دایره رو به هم میزنی. سوراخ‌کاری میکنه ولی نظم رو به هم میزنی. از این رو بیا از یه قطعه واشر چیز استفاده کن که داخل اینو بتونی الکترود رو بچرخونی. خب داخل این الکترود رو میچرخونی، اون دور دایره قشنگ‌تری بهت میده. این از این. حالا قطعات ضخیم چه کار کنیم؟ شما دارید کار اسکلت ساختمون انجام میدید. خب قطعات معمولا دمیل و هشمیل اینا به بالا زیه. شما باید برای سوراخ‌کاری بیا چیکار کنی؟ اگه میخوای برش بدی، اینجوریه که از یه سمتی که خارجه اون قطعه است، شما دست منو فرض بگیر مثلا این قطعه است، اوکی، میخوای این قسمت قطعه رو مثلا ببر، نه یا از وسط شروع. اوکی، چون قطعه ضخیمه، شما هر چقدر زور بزنی فقط داری گرده جوش درست میکنی، نمیتونی اینو مثلا ببری. دارم در مورد برش صحبت میکنم، الان سوراخ‌کاریش هم میگم. شما چه کار میکنی؟ از این قسمت لبه ها شروع کن، از لبه ها شروع کن، ذوب کن و هول بده. یعنی با نوک الکترود انگار که مثلا با پاروی آبی داری جمع میکنی، یه جای هدایت کنی. این هم همونه، شما شروع میکنی الکترود از یه جایی ذوب میکنی و هول میدی که بریزه. اوکی، اینو همینجور تکرار میکنی، همینجور تکرار میکنی و هر بار پایین تر میری، ولی زیاد دور نشی، چون دور میشی شما مذابو میری جلوتر، دوباره راه خودتو سرد میکنی. از یه قسمت شروع کنی تا آخر، یعنی زخامت اگه 10 میله تا آخر اینو برش بده. همینجوری از حالت شیب دار، از قطعه کم کن بریزون، از قطعه کم کن بریزون، همینجور. یا مثلا دوباره از پایین همینجور ادامه بدی، قطعه رو میتونی برش بدی. ولی میگم خیلی فشار میاره به دستگاه و ریسک، شاید یکی داره قصر در بری، ولی توی جای بالاخره گیر میفتی، چون بسیار قدرتمنده. من چند باری هم که این کار رو انجام دادیم، دائما فیوز مثلا میپره دیگه، جریان برق قطع میکنه و خود انبور داغ داغ، سیم مثلا کابل دستگاه داغ شده بود، دستگاه خودش هم که بکنه. یا اگه میدونید خیلی دیگه میخواد فشار بیاری، به نظرم بعضی جا کابل دستگاه رو باز کن، یه فنم بگیر روشون، خیلی داغ میشه. برای سوراخ‌کاری قطعات ضخیم چه کار کنیم؟ یه حالت قطعه رو باید یه جوری برعکس بذاریم، متوجهی؟ مثلا قطعات ضخیم رو شما هر کاری کنی به سختی میتونی اینو سوراخ کنی، ولی خدمتتون عرض کنم گرده جوش هم جمع میشه، خیلی زمان میبره و دوباره به دستگاه فشار رو میام صحبت کنم. شما اون قطعه رو برعکس کن، این قطعه رو برعکس کن. اینجا یکم باید از تجهیزات ایمنی استفاده کنی. چرا؟ چون وقتی قطعه رو برعکس میکنی، شما شروع میکنی به سوراخ‌کاری، مذاب میریزه پایین. اوکی، یه بار که این ریخ پایین، یه سوراخ ایجاد شد، میتونی قطعه رو برگردونی. در همین حد قطعه رو چپ کنید، سوراخ که شد، مواد ریخت، سوراخ که شد، برگردونید. دوباره مثل خدمتتون عرض کنم، هم برش قطعات ضخیم و هم صفحه نوزل، دوباره همون کار رو انجام بدید، ولی از پایین. یعنی اگه قطعه ضخامتش مثلا 20 میله، باید از پایین شروع کنید، از پایین همینجور مذاب درست کنید که بریزه و بیاد بالا، همینجور بریزه بیاد بالا. این کار رو باید تکرار کنید که بتونید یه دایره خوب بالاخره از اون قطعه در بیاد. این از این. اگه این ویدیو رو میبشه کنم، سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید و از ما حمایت کنید، ممنونم. الان میریم عمل سوراخ‌کاری قطعات. مثلا الان این قطعه که ما داریم ورق 4-5 میله، یه دونه گیره ساختیم از صفر تا صفر، ویدیوش هم آپلود کردیم، میتونید بالا لینکشو میذارم تماشا کنید. میریم اولا اینو، اول سوراخ‌کاریشو انجام بدیم. بریم.
خب عزیزم، الان میخواییم قطعه رو سوراخ کنی بکنیم. همینجور که میبینید یه دونه گیره هستش که ویدیوش هم میذارم انشاءالله نگاه کنید. برای اینکه بتونیم گیره رو به میز کار وصل کنیم باید 4 تا سوراخ اینجا اعمال کنیم و دقت کنید سوراخ هایی که قراره بزنیم یه جوری باشه که وقتی میخوای پیچ و بازو وصل کنی به تنه چیه برخورد نکنه و کارت هم راحت انجام بشه. خب دو تا این ور، دو تا هم این سمت انجام میدیم. الان روال چجوریه؟ ببینید، من چون الکترود 2 میخوام استفاده کنم، آمپر رو تا میتونم میکشم بالا، اوکی، و علامت گذاری میکنم که دقیقاً کجا رو مثلا میخوام من سوراخ کاری بکنم. شما بعضی که آمپر رو بالا بردی یه اتصال انجام میدی و دستتو به این اندازه، خیلی نه، ببینید خیلی نه، به این اندازه، یعنی به اندازه خود قطب الکترون، نهایتاً 2 برابر قطب الکترون میتونید یه دونه دایره درست کنید و همینجور بذارید. بعد اینکه دایره 2-3 بار این کار انجام دادی، دستتو همینجور نگه دار، میتونی هولم بدی، ولی هولش بدی اون دایره که بهت میده دقیقاً میزون نیست، قشنگ نیست، ولی شما صبر کن خود گدازه بریزه یه دایره خیلی قشنگ و یک دست بهت میده. این از این علامت گذاری کنیم بریم برای باش. خب از اون نکته که اینجا باید رعایت کنید اینه که بعد از اینکه عمل سوراخ‌کاری رو انجام میدی قطر رو رو ارتفاع نذار، روی جایی که قرار گدازه بریزه پایین و پخش بشه این کار رو نکن، روی ارتفاع نذار. تو میتونی ارتفاع رو از زمین کم کنی، قطعه زیرش بذار و شروع کن به سوراخ‌کاری یا برش‌کاری. و نکته بعدی اینه که وقتی این کار رو انجام میدی گدازه اون کف کار رو میسوزونی، یعنی چه سیمان باشه چه سنگ باشه چه کاشی هر چی باشه داغون میکنه. یه قطعه زیر کار بذارید، یه صفحه یه چیزی که اگه قرار آسیبی هم برسه به اون صفحه‌ای که به درتون هم نمیخوره مثلا اینجوری زیر کار بذار که به اون برسه. ما تو عرض کنم میریم برای سوراخ کنیم. من اینجا از الکترود 2 استفاده میکنم. الکترود مضعیفه نمیتونه قشنگ خدمتتون عرض کنم قطعه رو ذوب کنه. اینجا من با فشار خود نوک الکترود مذابو ریختم پایین. ببین اینجا با فشار نوک الکترود مذابو ریختم پایین، ولی اینجا گفتم صبر کنم شاید خودش بریزه، ولی چون زخامت قطعه بالا و الکترود مضعیفه دائما فقط گرده درست شد برای اون قسمتی که میخوای سوراخ کاری کنی. الان با فشار الکترود میخوام که عمل سوراخ کاری انجام بدم. میخوام اینجوری که وقتی سوراخ کاری انجام میدی یه سری گدازه زیر کار جمع میشه که چون ارتفاع کار کمه مانع از برش درست حسابی میشه. عزیزم عمدن خواستم با الکترود 2 انجام بدم که این اتفاق بیفته و براتون توضیح بدم. اگه الکترود 3 استفاده میکردم خیلی راحتتر میتونستم اینو خیلی قشنگتر و راحتتر سوراخ کاری کنم. از الکترود 2 استفاده کردم چون که ضعیفتره. پس چی شد آقایون؟ من ابتدا سطح کار رو گرم کردم تا به مذاب برسه و مذاب رو نگه داشتم و چون قطعه زخیمه با فشار الکترود قطعه رو سوراخ کردم و از پایین کار شروع کردم حالت دایره‌ای مواد رو پایین ریختن. همینجوری مواد رو می‌ریزید و میایید بالا، دست نگه می‌دارید ذره خنک شه، اون سوراخ که درست شده دوباره شروع می‌کنید، دوباره از پایین اینو دهانش رو بزرگتر می‌کنید مثل این و دست آخر هم میری برای صاف کشیدن. اگه
سوراخی که درست کردیم مثلا ما الان تقریبا برای پیچ 10 اینو داریم تنظیم میکنیم. اگه بزرگتر خواستی انجام بدید هم دوباره روال همینه. یه سابقشی که تمیز شه بعد شروع کن از لبه های کار و از پایین همینجوری مواد رو بریزیم که قطر اون دایره که میخواد بیشتر بشه. اگه قراره که بیشتر بشه میریم برای ساب زدن و تمیز کاری. خب عزیزان الان میخوام که برشکاری رو توضیح بدم. این قطعه تقریبا 8 الی 10 میله که با الکترود 2 میخوام شروع کنم این قسمت رو اینجا برش بدم. پس چی شد آقایون؟ از این وسط شروع نمی کنیم، از لبه شروع می کنیم، داغ می کنیم میریزونی پایین، مذاب می کنیم میریزونی پایین، با نوک الکترود هدایت می کنیم مذابو که بریزه پایین. همینجوری این کار تکرار می کنیم تا قطعه رو ببریم. بریم برای برش. توجه کنید که از وسایل ایمنی استفاده کنید، قطعه پا بپوشید، پیشبند داشته باشید خلاصه که این مذاب به شما آسیب نزنه و یه من خود نکرده دوچاره درد سر نشید. خب میریم برای برش. از یه قسمت شروع میکنیم، داغ میکنیم، مذاب میکنیم، میریزیم پایین، همینجور ادامه میدیم. بریم. همینجور که میبینید آمپر رو زیاد کردیم و از یه گوشه شروع کردیم به مذاب کردن قطعه، داغ کردن قطعه و هدایت با نوک الکترود به خارج قطعه. اوکی. هر بار که این کار رو میکنید دستتون هم باید بره پایین تر، چون الکترود ذوب میشه متوجه نمیشی، الکترود نوکش میاد بالا، دوباره به جمع شدن مذاب، به جمع شدن قطعه کمک میکنه. هر بار شما باید هدایت کنید مذاب رو که بریزه پایین. پس چی شد؟ از پایین قطعه هی میریزید پایین، از بالا داغ میکنه از پایین میریزید، چون زیر خالی میشه و مواد مذاب شده راحت تر جاری میشه و میریزه پایین. همینجوری ادامه میدی و قطعه رو میبور. اگه نکته یا خاطره یا سوالی هم سوالی براتون پیش اومده لطفا تو کامنت ها برای من بنویسید و استفاده کنم انشاءالله تو پست های بعدی. حتما حتی اگه سوال دارید بنویسید که پست بعدی حتما لحاظ کنیم انشاءالله براش حرکتی بزنیم. خواهش میکنم ویدیو رو لایک کنید بچه‌ها، بفرستید برای دوستانتون، ما رو سابسکرایب کنید و کامنت انگلیسی بذارید. خیلی ممنونم از حمایتی که همیشه از من داشتید و خیلی ممنونم از شما. خب عزیزان این هم از پایان کار. این زیر قسمت پایین کار هستش و این هم قسمت بالا. خب سوراخ ها رو با توجه پیچی که میخواید بزنید میتونید قدرش رو باز دستکاری کنید که راحت تر باشید، ولی شالوده کار اون خدمت محصولم اون قسمت اصلی کار همینه که خدمت محصول کرده. خواهش میکنم که ویدیو رو لایک کنید بچه ها، سابسکرایب کنید، ما رو کامنت انگلیسی بذارید و بفرستید برای دوستانتون. امیدوارم هر جا هستید شاد و پیروز باشید و موفق باشید.